با گرمترین و ترین درودها بر شما هم میهنان عزیز و بینندگان هماره همراه ایران فردا و با ابراز مسرت مجدد از حضور و بازگشتم به خانه های شما خوبان و نیکان با ورقهایی تازه از صفحه یک با تازههایی از خبرهای ایران منطقه و جهان جا دارد قبل از آغاز برنامه شامگاهی خبری تحلیلی امشب دوشنبه شانزدهم شهریور ماه و در قیاب حدودا ده روز کاریم از زحمات همه همکاران ارزشمندم خواسته در گروه خبر سرکار خانم شیرازی که تقبل زحمت نمودن تا لحظه ای و ذره ای بار بزرگ خبر و اطلاع رسانی به شما مخاطبان عزیز ایران فردا دچار وقف نشود همچنین از حسن مدیریت جنبای دکتر نوریزاده که در روز آمدی گردش آگاهی و روشنگری با همت کم نظیرشان میکوشند اعلام امتنان نمایان همینک و بر روال برنامه های همیشگی صفحه یک نخست مروری کوتاه خواهیم داشت بر سرفصل اهم عناوین برگزیده و موضوعات مهم منتشر در روزنامه ها و سایر رسانه ها کماکان موج خبرهای مرتبط با فوج عظیم پناهجویان سوری و اراقی در سواحل ترکیه تا قلب اروپا جدال مجلسیان بر سر برجام با حجمه های همه جانبه از سوی رسانه های نزدیک به رهبری ایران علیه دولت صدر نشینی پدر هنر مینیاتور ایران استاد محمود فرشیان همدوش محمد جواد ظریف بر صفحه نخست روزنامه ها تازه ترین نامه علی متحری حول حصر و موضوع بررسی توافق ای در مجلس به وزیر دادگستری ایران همچنین خبرهایی در حوزه نقض حقوق بشر نقض مستمر حقوق بشر در ایران از جمله اعدامه اعتصاب قضای محمد علی تاهری بنیانگذار ارفان حلقه و روبه وخامت گذاشتن حال این صوفی محبوس و بالاخره هواشی سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به کشور انگلستان با جمعوری یک هزار امضا برای دستگیری این دولت مرد جنجالی میانه ای اهم مطالب برگزیده شب دوشنبه 16 شهریور ماه بوده است که در طول 20 دقیقه پیش روی به سمع و نظر شما بینندگان عزیز خواهد رسید همینکه و در بخش نخست برنامه مروری کوتاه خواهیم داشت بر چند رویداد کوتاه و برگزیده بحران پناهجویان سوری در اروپا همچنان بر صدر رسانه های داخلی و خارجی جای دارد بر اساس گزارش ها در طول روزها و شبهای گذشته، صدها پناهجو با پای پیاده قطار و اتوبوس خود را در مجارستان به مرز این کشور با اتریش رساندند تا وارد این کشور شوند برخی نیز از اتریش راهی مونیخ در آلمان شدند گزارش ها کیست که مقامات اتریشی حتی قطارهای بیشتری برای انتقال این پناهجویان در نظر گرفتند آلمان و مجارستان اعلام کردند که بازگشایی مرزهایشان بر روی پناهجویان یک اقدام موقتی و استثنایی است که بنابر دلایل انسان دوستانه صورت میگیرد لازم به توضیح که به استهزار بینندگان عزیز برسانیم که اتریش و آلمان پس از افزایش بحران پناهجویان در روزهای اخیر و گزارش های متعدد از وقوع وقایع دلخراشی چون غرق شدن آلان کودک سوری و خفه شدن دهها پناهجوی دیگر در اتاقک آهنی حمله بار تریلر از روز شنبه پنجم ماه سپتامبر مرزهای خود را به طور تقریبا بی غید و شرط به روی پناهجویان باز کردند و در تازه ترین واکنش ها اظهار موضع پا برای اختصاص سومعه ها و کسبه ها برای پذیرش پناهجویان از یک سو و همینطور اعلام آمادگی یک میلیاردر مصری برای خرید جزیره‌ای در یونان و یا ایتالیا و اسکان پناهجویان از جمله تازه ترین و مهمترین رویدادهایی بود که در عرصه بحران پناهجویان به وقوع پیوسته بود و اما علی متحری نماینده منتصب به طیف اصولگرایان مجلس با نام ای نو به وزیر دادگستری ایران موج جدیدی از واکنش ها را حول موضوع حصر رهبران اعتراضی جنبش سبز ایران برانگیخت. علی متحری نماینده مردم تهران در مجلس در نامی به وزیر دادگستری نگاه جدید ایشان یعنی نگاه جدید پور محمدی وزیر دادگستری کابینه روحانی به حصر و ممنوع و تصویری خاتمی را گامی در راه حل این دو موضوع عنوان کرد و گفت که شورای عالی امنیت ملی نه در مسئله حصر میتواند کار قوه قضایی را انجام دهد ده و نه در مسئله برجام می جایگزین مجلس شود این نماینده ی مجلس ایران که علا رحم منتصب بودن به اردوگاه اصولگرایان انتقادات تندی همواره به سیاست های تند این گروه تون رو دارد با اشاره به آخرین اظهارات پر محمدی وزیر دادگستری کابینه روحانی در هفته گذشته گفت پاسخهایی که در جمع مدیران رسانه ها و دانشجویان درباره مسئله حصر و ممنوع تصویری برخی شخصیت ها داده اید نشان می دهد که به خاطر تصمیمات غلط دیگران از یک طرف و موقعیت شغلی خود از طرف دیگر مجبور شده اید توجیهی برای آن درست کنید و خودتان نیز قانع نشده اید فرموده اید بحث حصر یک بحث حقوقی غذایی نیست بلکه یک موضوع سیاسی و امنیتی محسوب می شود بعد آن را اصلاح کرده و اظهار کردید البته تلاش ما باید این باشد که حصر در یک چارچوب حقوقی تفسیر شود بعد گفتید طبعا این بحث نه در دولت قابل طرح و رسیدگی است و نه در قوه قضاییه این بحث در شورای عالی امنیت ملی تر پیگیری می شود این تصمیم فراتر از تصمیم قواست این توجیه برای چند ماه اول هست که جامعه تا حدی آشوب زده بود می تواند درست باشد که هست تصمیمی سیاسی و امنیتی است اما سخن درباره ادامه هست در بیش از چهار سال گذشته است که جامعه در حال آرامش بوده و هیجان آن دوره فروکش کرده است بدون شک به زم علی متحری مسئله هست در این مدت یک موضوع حقوقی و قضایی بوده است اینکه مجازات ها را بدون ملاک و به طور گسترده و گذاف به دو قسم تقسیم کنیم سیاسی امنیتی و حقوقی قضایی و دسته اول به وسیله یک شورای چند نفره و بدون محاکمه و دفاع متهم تعیین شود و دسته دوم با محاکمه و حکم قاضی یک بدعت خطرناک است و لوازم بدی دارد از جمله کشور را از دموکراسی دور می کند گویی یا انگار خیلی دموکراسی آنجا متصری است همچنین علی متحری در پایان با اشاره به کشمکش های مجلس و دولت حول توافق هسته ای گفت از نظر این جانب شورای عالی امنیت ملی نه در مسئله هست می تواند کار قوه قضایی را انجام ندهد و نه در مسئله برجام می جایگزین مجلس شود برنامه خبری تحلیلی صفحه یک را پی میگیریم با تازه های مطبوعات امروز ایران در ایران فردا دیدار ملک سلمان با باراک اوباما رونمایی تازه اثر فرشیان حضور سفیر جدید عراق و برخی مقامات خارجی در ایران بحران مهاجران و پناهجویان در اروپا و بالاخره ماجره های برجام و جدال مجلسیان عمده مطالب منتشره ی روزنامه های امروز ایران بود در این میان روزنامه های طیف رادیکال و نزدیک به علی خامنه ای که در تمام سالیان گذشته بدون چونه چرا از سیاست های سرکوبگرانه بشار اسد حمایت می کردن، از مرگ کودک سوری به نام ایلان کردی دور گرفته بودند و با پوشش گسترده این تراژدی در صفحه یک گویی یا در صدد مصادره به مطلوب موضوع به نفخیش بودند. در این میان روزنامه کیهان امروز هم با درج و انتشار تصویری از صحنه مرگ این کودک سوری به این موضوع پرداخت. روزنامه های وابسته به اصولگرایان در شماره دیروز خود هم به طور یک پارچه بدون در نظر گرفتن مسبب اصلی آوارگی مردم سوریه میکوشیدند دول غربی رو مقصر جلوه دهند از جمله روزنامه جوان وابسته به سپاه با انتشار چند تصویر و نقاشی از مرگ ایلان در صفحه نخست نوشته بود بحران پناهجویان سوری در اثر سیاست‌های جنگی کشورهایی چون فرانسه و انگلستان و اشتباهات آنان در سوریه به وجود آمده و اکنون کشورهای اروپایی نمی توانند سیاست منسجمی در مقابل سیل پناهجویان در پیش بگیرند و سردرگم شده اند و یا روزنامه کیهان دولت ترکیه رو در این ماجره ها مقصر دانست و نوشت ترکیه مهمترین نقش را در حمایت از داعش دارد و یا کوبانی شهری که این کودک از آنجا گریخته است همان شهری است که ارتش ترکیه با شلیک گلوله و گاز اشکاور مانع از ورودشان به ترکیه میشد. روزنامه تندروی وطن امروز هم نوشت که این تصویر اروپا را شرمگین کرد. دیگر روزنامه تونروی وابسته به اردوگاه اصولگرایان که مرگ ایلان را به طور برجسته در صفحه نخست توجه قرار داده بود همانا روزنامه سیاست روز بود این روزنامه مرگ این کودک را نماد نست کشی قرب خان کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید احمدی نژاد حراسی همچنان در میان لایه های از روحانیون ایران نمود دارد تا جایی که روزنامه ابرار به نقل از قرویان از روحانیان برجسته که پیشتر گویا به محفل مصباحی نزدیک بود و به مرور از آن حلقه تبری جست اعلام کرد که دعا می تفکر احمدی نژاد دیگر هیچگاه به ملت ایران تحمیل نشود که به کارگیری چنین واژگانی همچون تحمیل نشود به طور تلویحی بر نقش تحمیل شدن این رئیس جمهور ناخواسته و از سوی آیت الله خامنه ای در واقع اشاره داشت و تأکیری مستتر بود بر تقلب و جعلی بودن پیروزی احمدی نژاد. برق میزنیم و ادامه می دهیم با سایر موضوعات و روزنامه ها روزنامه امتیاز که به مسائل و موضوعات اجتماعی توجه بیشتری نشان می دهد در مطلب اصلی شماره امروز به نقل از معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد که اعتیاد جزو پنج عامل اول مرگ و میر در کشور است این روزنامه همچنین به نقل از رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت از کاهش سن ابتلا به ایدز در ایران نیز هشدار داد و اما روزنامه ابتکار عمدتا سیاسی ها راسته شد این روزنامه نزدیک به دولت با درج تصاویری از صحنه هایی از آمده شده چند مقام دیپلماسی منطقه و فرامنطقه از آن به عنوان ترافیک دیپلماتیک در تهران یاد کرده بود این روزنامه در این گزارش اصلی به حضور هیئت تجاری از کشور جمهوری چک به سرپرستی وزیر خارجه این کشور همچنین حضور سه وزیر کشور اسپانیا یعنی وزیر خارجه، وزیر عمران و وزیر انرژی کشور اسپانیا اشاره می‌کرد از سوی دیگر حضور رئیس جمهور کشور اتریش دیگر موضوعی بود که این روزنامه در واقع در این آمده شد رو ناشی از گسترش روابط سیاسی در اثر توافق هسته‌ای تحلیل می‌کرد که مقام اتریشی نیز به تعبیری به ایران آمد ادامه میده هم با موضوعات برگزیده دیگر و اما سخنان عجیب و تازه باهنر از موضوعات مختلف از جمله اش اینکه مدعی شده بود احمدی نجات حاضر بود چشمش را در بیاورد روزنامه ابتکار در مطلبی در شماره امروز در روایت باهنر از عدهای که دنبال شناسایی تک تک طرفداران مصوی و محکوم کردن آنها بودند پردههایی تازه کنار زد با هنر درباره دفاع از اصولگرایان از احمدی نژاد نیز گفته بود که اوایل انقلاب خمینی قطبزاده را به عنوان رئیس صدا و سیما منصوب کرد در آن زمان ما در دانشگاه با مخالفان درباره قطب زاده بحث می کردیم و از ایشان دفاع می کردیم در حالی که منافقان منظور مجاهدین خلق است به ایشان حمله می کردن. اما بعد از دو سال نظام او را اعدام کرد پس فاکتور زمان مهم است که در نوع خود قیاسی اینگونه در اشاره به احمد نجاد و قدبزاد قیاسی تا حدودی قریب و عجیب می نمود محمد رضا با هنر در رابطه با مهندس موسوی افزود معتقد بودم 13 میلیونی که به موسوی رأی دادند هیچ کدام خطاکار نیستند هرچند بعضی افراد به دنبال آن بودند که طرفداران موسوی را یکی یکی شناسایی و محکوم کنند با هنر در ادامه با اشاره به بروز بحران ها در انتخابات سال 88 می گفت سال 88 پنج روز بعد از انتخابات پیش موسوی رفتم حرف هایی که به او زدم در حد دو یا سه جمله بود در گذشته هم مخالف دولت موسوی بودم به او گفتم 20 سال است در سیاست نبودی یک سال است که آمدی و 13 میلیون به شما رای دادن این 13 میلیون خیلی باید قنیمت باشد به او گفتم با این 13 میلیون کار کن قطعا در دور آینده رئیس جمهور خواهی بود بعد گفتم هر دولتی نیاز به اپوزیسیون دارد شما هم اپوزیسیون این دولت شوید اما نظام اپوزیسیون نمیخواهد اساسا به زمه آقای باهنر هیچ نظامی اپوزیسیون خود را تحمل نمی کند به او گفتم اگر اپوزیسیون نظام باشی خیلی خوش شانس باشی نهزت آزادی میشوید وی ادامه داده بود که موسوی عصبانی بود می گفت ستادهای او را گرفتند و تعطیل کردند به او گفتم اگر اپوزیسیون نظام شوی خودت را هم می گیرند و تعطیل می کنند که البته پس از مدتی این گونه شد و در واقع می توان گفت اشاره هست به حصر و حبس این کنشگر سیاسی در عرصه مطبوعات و روزنامه ها نیز باز خبرهایی از محکومیت دو روزنامه داشتیم دو روزنامه قانون و روزان مجرم شناخته شدند جلسه رسیدگی به پرونده های روزنامه قانون و روزان یا در دادگاه کیفری یک استان تهران و با حضور اعضای هیئت منصفه مطبوعات برگزار شد به گزارش بیشتر روزنامه های امروز پرونده روزنامه روزان روز گذشته در شعبه سه دادگاه کیفری یک استان تهران به اتهام نشر مطالب خلاف واقع مورد رسیدگی قرار گرفت که بر اساس اعلام نظر هیئت منصفه مطبوعات مدیر مسئول این روزنامه مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته نشد در ادامه برنامه امشب با مطالب برگزیده با شما هستیم روزنامه قانون با انتشار صحنه از تظاهرات مردم آلمان در دفاع از پناهجویان در گزارشی مدعی شد که آلمانی ها پناهجویان را به مهاجر ستیزان ترجیح دادند و از آن به عنوان تز ژرمن ها به دنیا اثبات نظریه برتری اخلاقی یاد میکرد و اما ماجراهای افت مرعشی مادر مهدی هاشمی و همسر هاشمی رفسنجانی که در دفاع از پسر محبوس خود به افشاگری گوشه های از پرونده وی پرداخت و به زودی نیز مورد غضب و قهر محتسب ولایت قرار گرفت یعنی محسنی اژهای معاون رئیس قوه قضاییه و عدلیه که خواهان تعقیب و بازرسی متن نامه بیت هاشمی رفسنجانی شد روزنامه اعتماد در شماره امروز در گزارشی تکمیلی از اقدام مختزی درباره نامه همسر هاشمی نوشته بود گروه سیاسی اعتماد با اشاره به اینکه صدور حکم هم چیزی از حاشیه های پرونده مهدی کم نکرد بلکه تازه حالا حاشیه ها نیز وارد فاز جدیدی می شوند از نام ای که هفته پیش توسط خانواده رفسنجانی خطاب به محسنی اژئی نگاشته شد لایه ها و مطالب تازه ای کنار می زد. بر اساس این گزارش محسنی اژئی از جعفری دولت آبادی دادستان تهران خواسته است تا توهین و افترا در آن نامه بررسی و اقدام مختزی در قبال آن انجام دهد ده روز چهارشنبه بود که همسر رفسنجانی و اعضای خانواده وی در نامه ای خطاب معاون اول دستگاه قضایی در 13 بند ایراداتی را به روند رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی و حکم صادر شده برای وی وارد کرده بودند ایراداتی که در آن نامه تاکید شده بود که احتمالا در آینده نیز موارد دیگری نظیر آن مطرح خواهد شد در همین راستا و موضوع محسنی اجعی نیز در نامه خطاب به دفتر حوزه معاونت اول قوه قضایی نوشت که نامه سرکار خانم مرعشی را ملاحظه نمودم برخلاف نوشته ایشان هیچگونه نراحتی و عذاب وجدانی نسبت به مسئله مورد اشاره مشارون علیها منظور محکومیت مهدی هاشمی ندارم و از نامه به تعبیر محسنی اجعی غیر متعارف و غیر مسئولانه نام برده معلوم می شود که چه کسی ناراحت است و درد دارد و پیوست نامه مشارون علیه ها ارتباطی با این جانب ندارد لذا عینا خدمت دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال تا چنانچه همانند برخی نوشته های منتصب بیت هاشمی رفسنجانی مشهون به توهین و افترا باشد اقدام مختزی به عمل آورده و اندر لزوم مسائل مطر، مطروح را پاسخ دهند که عملا فشارها در آستانه انتخابات خبرگان بر خاندان هاشمی بیشتر می شود و با این گزارش از روزنامه اعتماد وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان می رسند ضمن دعوت از شما بینندگان عزیز به تماشای ادامه برنامه امشب از جمله آن سوی خبر این جانب از محضر یکایکتان خداحافظی می کنم تا درودی دوباره شامگاهی دگربار و تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود